هر نگاه و هر اندیشه که تمایلی بر خلاف هدف اصلی باشه وسوسه است متوجه شدیم هر نوع تمایلی هر نوع علاقه هر نوع احساسی که دور از این هدف اصلی باشه این یک وسوسه هستش که میاد و ما رو میخواد به دام بندازه و ما میدانیم که وسوسه همیشه هست همیشه هست و برای همه هستش وسوسه همون بارها از من شنیدید یعنی مانند فرکانس هایی که در هوا پخشن فقط به توسط یک سیستم میتونن تبدیل به صدا بشن و یا صدا و تصویر بشن و موجش رو من و شما انتخاب میکنیم کانالش رو من و شما انتخاب میکنیم کجا میخوای بشنوی صدای منفی رو میخوای بشنوی همونجا وای میسی و از یازده تا هیفده بار میدونیم که صدای منفی قوی تر از سخنان مثبت هستش که تأثیر روی افراد میذاره متاسفانه و اجازه نمیده که بتونن قدمهای درستی رو در زندگی خودشون بردارن همونگونه که مسیح در انجیل لوقا ۱ یک اعلام میکنه وسوسه همیشه وجود خواهد داشت اما تمرکز و تعمل و تفکر و تلاش در آن وسوسه من رو به دام میندازه من رو قربانی خواهد کرد اگر اونجا بیستم اونجایی که میتونه نادرست باشه و من رو از هدف حقیقی که سلامتی و حیات هستش نیز من رو دور میکنه و کلام خدا به این میگه نزدن به هدف و نزدن به هدف تعریفش میشه گناه